شما هستیم در بخش ورزشگاه و امروز صحبت داریم در رابطه با بم... مسابقات لیگ برتر بانوان که بعد از پنج سال دوباره برگزار شد از روز شنبه ای هفته مسابقات آغاز شده بود بین چهار ولایت که مسابقه اول هم از کابل بود و امروز مسابقه برگشت کابل و بلخ است و اگر امروز آه... کابل کی مسابقه را ببره بر... مرحله بعدی و فاینال میتونن راه پیدا کنه امروز سامه جان مهمان ما هستن سامه هماسی یکی از اعضای تیم تیم بانوان کابل, بل. سلام ساما صبح بخیر خوش آمدید سلام صبح بخیر خدمت شما و تمام هموطنان عزیز بسیار خوش آمدید سلام آغاز لیگ براتون مبارک باد میگم شکستم. پس از چند سال دوباره وارد میدان شدین والد لیگ برتر بانوان شدین اخه په دا په توې کوستیده بو ته فکر مې کړی بلې دو سال مسابقات لیک مسلکه از بچو سایر ولایت انځه اشتراک میکنند 4 اګستون و امسال از 4 ولایت د مسابقات برگزار شده و بعد از البته بعد از 5 سال ک و آغاز شام وفته بازی هم کابل مقابل بلخ بود خب تقریبا گفتین فاصله بین ام. پنج سال فاصله تا برگزاری مسابقات امسال که این مسابقات برگزار شد چه تفاوت ها و چه چیزهای خوبی در مسابقات امسال در نظر گرفته شده برای تیما خوب سالای دو سال هول که برگزار شده بود این مسابقات البته دو وقت انتخابی تیم ملی بود اما او قدر سعینی که مثلا تیما بتانه در سطح که باشه که بتانن انتخاب شوند بازیکن از سایر ولایت اما امسال با که بازیکنه که مثلا هستن مثل ولایت بلخ که سال دو سال حوال که چندان نتیجه خوبی نتانست بگره اما امسال با که دانسته بازیکنایی که از ترکیب خود کابل است کلاپای کابل جاگزینی تیمش بکنه یک تیم متفاوت است و نسبت به دیگر تیم‌ها و دیگر تیم‌ها شایستگی خوبی خوب نشان میدن. سامه ماسی بې نصاب صحबत وکولئ چې درې لی څومره سفرې نه خولت کردې خوب بازی اولمو چې درمقابلې برق بود با مو توانوي چې داشتیم گرچه داس بازی چې دروز اول داشیم چنده خوب نه بودم نسبتا مریض بودم نتونستم که خوب بازی کنم اما دیگرا بودن که گفتن خوب بازی کردی و تونستیم با نتیجه دو یک تیم بلخ شکست بدیم در ترکیب بازی کجا بازی میکنی خودت در ترکیب تیم که از پوزیشنم سنتراف است سنتراف راست چپ بازی میکنم اما یک بازی کنی که مثلا سمت چپ نداشته باشیم با سمت چپ بازی میکنم اما در بازی امروز از اصلاد خود خواست مربی خود که مرد مرکز چون زبتا به خاطر بتانم بیشتر نتیجه خوب بگیره ترکیب, ترکیب امروز میتونی بر ما چیزی معلومات بدی ترکیب امروز دیگه بازی ما ساعت شروع میشه و ترکیب هم بازیکنای هستیم که نمیخوایم که روشن بسازم بیشتر یک راز است آه دیگر آها راز افشا نمیکنید آها نه از پوزیشن خودم هم میگفتم خب حالا خیر خب دیگه میتونیم نتیجه که با ترکیب امروز که داریم میتونیم یک نتیجه خوبی در بازی برگشت بگیریم و بتونیم در فاینال صعود کنیم بله اگر نتیجه امروز به نفع شما باشه شما با فاینال صعود میکنید ان شاء بله یک چیزی بین بگوین که آیا فکر میکنین پس از چند سال فوتبال بانان تغییر کرده خودتان تغییرات احساس میکنین در فوتبال؟ دقیقا سالای گذشته که بود مثلا دو سال یا بعد از پنج سالی مسابقات برگزار شد البته سایر سا ولایات میخواستن که یعنی میگفتن که تو لیگ نیست که بل. مثلا ما بتانیم در مرکز بیم بازی کنیم با دگه چیره ها آشنایی پیدا کنیم و ای که امسال سطح بازی ها را میبینیم و در مسابقات و استعداد های بیشتر را میبینیم سطح بانوان بازیشان در بخش فوتبال خیلی متفاوت ما از برخ بیشتر صحبت کردیم و آل هم میخواییم که مهمان ما را دعوت بکنیم نگین مرتضایی از به تیم بانوان فوتبال مزار شریف هست و میخوایم که صحبت های داشته باشیم نگین جان خوش آمدین خوش آمدین بفرمایید صبح بخیر چطور که رسیدین خسته نباشید تشکر سلامت بشین سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان تلویزیون تلو و کسایی که مرا از تلویزیون میبینه <تصفحه> خیلی خوش آمدین نگین جان میخوایم شما در مورد مسابقات امسال نظرتون رو بتین ما قبل از آمدن شما از سامر جان پرسیدیم که این مسابقات امسال بعد از فاصله پنج سال برگزار شد چه تفاوتهایی را شما احساس کردین و در مورد اعضای تیم خودتان بگوین دخترایی که نمایندگی از بلخ امسال در این تیم اشتراک کردن و مسابقه میکنن اول خوب است که یک معرفی داشته خودم خود ای که نگین جان مریض بودن نتونستم بیان و ما به جایشان آمده مبارک محمدی هستم عضو تیم منتخب فوتبال بانوان بلخ و مربی تیم فوتبال اسکیتستان و از تقریبا دو سال بدین سو میشه که فوتبال میکنم و تیرنینگ میتونم دخترارم این خیلی جای خوشبختی است که بعد از مدت پنج سال ما این فرصت رو پیدا بکنیم تا بیاییم که فوتبال بکنیم و تشکر میکنم از کسایی که فرصت این مسابقات رو برای همه داده تایی که بیاین و شرکت بکنند در این مسابقات بله از کابل اگر بریم به بلق از مزار صحبت بکنیم از شهر زیبای مزار صحبت بکنیم وضعیت ورزش بانوان در مزار چگونه است؟ خوشبختانه چقدر ما... زمین ها برشان است؟ چقدر میتونن که برن اه. به میدان ها فوتبال بکنن بازی بکنن خوشبختانه ما در مزار تقریبا ده تیم فوتبال بانوان داریم و همچنان تیمای دیگه ورزشی هم هستن از بانوان از ده سال بدین سو وضعیت ورزشی بانوان خیلی پیشرفت کرده زمانی بود که ما حتی نمیتونستیم به خود ما رو به عنوان یک ورزشکار معرفی بکنیم اما حال خیلی راحت ما به عنوان یک ورزشکار حتی با لباس ورزشی میتونیم بیرون بیاییم و ورزش بکنیم و این واقعا این نشان میده که سطح فرهنگ مردم ما تغییر کرده سابا جان مسابقات امروز چطور خودت میبینی؟ و تیم که مقابل شما از تیم بلخ ترکیب اونا را چگونه تجربه کردی در مسابقه اول؟ خوب بازی امروز که انشالله ما مسله بوزیکر د ربوت مبردم بوزي برجستم که ان شاء الله مو موفق مشو وسود میکنیم په فاینل و ترکیب اينارام با يك مثلا اينو گفتن كه دا ټيم فوتبال در مزار شريف دره اما ما میگم ای کاش که همو بازیکنای می بودن که دا اونجا زحمت و تلاش میکنن در اینجا حضور می داشتن و ده دا نفر پنج نفر از بازیکنایشان فعلا در ترکیب تیم مزاره و دیگه تمام بازیکنایشان از مرکز از کابل است که با تمامشان با بازیشان آشنایی داریم و می فهمیم که در کدام زل بازی میکنن با چی تکنیکایی دارن و امیر از موفقیت ماست که ما میتونیم سود کنیم با رمز رازشان خوبتر پیدا بکنین باید محمدی بین از این صحبت بکنین ما منتظر ادایت تاکننده خود هستیم کمی بر ما میگن مثلا برین به طرف فقفه ای کار را کنین او را کنین و این موارد بهترین بیترین مشوره که مربی برای در جوریان تمرین میتا بین صحبت بکنین مهم. که چی بوده میتانه مشوره مربی تا ای که تلاش بکنین تا بتانین به بهترین بازیکن تبدیل شوین بهترین مشوره که یک مربی میتونه و با... یک شاگردش بده به نظر من چقدر تونست کمکتان بکنه این مشورایی که مربی براتون کمک مربی ها و مربیاتون میده خیلی خوب بوده ای که فعلا ما در اینجا هستیم همش به خاطر ازی است که مربی های ما ما رو واقعا تشویق میکنه تا ای که دی مرحله ما رسیدیم خیلی کسای دیگه هم شاید بوده که مثلا آرزوی رو داشته که دی دا قسمت برسن اما بل. بله ای که کسی که درک میکند تلاش های مربی را و ای که حرف های مربی را کم پیدا میشه خانم محمدی سامر جان گفتن که چند بازیکن شما از بازیکنان کابل از با وجودی که تیمای زیادی در مزار فعالیت میکنه دلش چی هست؟ البته تمام ترکیبشان از کابل است در بازی در مقابل ما همه بدون یک نگین که دنیمی دوم در بازی رو, رو در مقابل ما بود دیگه تمامش از ترکیب کابل دخترهای بلخ هیچ نیستند دیگه خود یک پنج نفر هستم خب میتونم جواب بدم متاسفانه یک مشکلی که ما در دا بلخ داریم این است که بعضی از فامیل ها اجازه سفر را برای دخترای خود نمیتن و شرایط امنیتی که فعلا در کابل هست این خودش زمینه ای رو میکنه که خیلی از فامیل ها اجازه ایران نتن و او دخترایی هم که آمدن واقعا کسایی بودن که خیلی ریسک بزرگ را کردن که اینجا فعلا آمدن و ما مشکل ما بود بله سامه یک سوال در ذهنم خطور کرده بیا پس از خودت میگیرم که خود در سن چند سالگی احساس کردی که بازیکن فوتبال هستی و با فوتبال آله دیگه آماده هستی که بری داخل میدان شد ما سن سنفنوی مکتب بودم که ما بازی فوتبال ها و دا کلو پاس کریونجه مسابقات برگزار شده بود البته ما د تیم آشیانه اونجه ما قبلا والیبال بازی میکردم بعدن مرو گفتن یو بازیکن کمود دریم بیا گچن فوتبال خوښ داشتم میدیدم د دا او بازی که د مقابل تیم کابل بود با 4 گل زده بهترین بازیکن د تیم ملی انتخاب شدم زمانی که د تست رفتم استاد کی دید گفت که تو میتانی امره مودی و بعد از درس حضورم د تیم ملی ما تاسم که سفر به نوروی بروم خب بس پاره محمدی تیم که امروز در مقابل تانست بازی میکنن اه. چی فکر میکنین بازی را شما؟ نظر شما در مورد بازی کنن چی است؟ تیم مقابل ما همونطور که همه میفهمه تیم ملی است و کسایی هستن و... که همیشه فرصت ای را داشتن که تمرینات خیلی عالی نسبت به ولایت داشته باشن این طبیعی است اما ما بازم نهایت تلاش خودم میکنیم در مقابل اون عرفتان امروز چه خواد بود؟ پیامتان گفتنیتان برای کسایی که بیننده هستن. برای تماشاچان چی است برای تماشاچی ای که به ما روحیه بیتن ما از یک بلیت دیگه آمدیم آم و نیاز داریم به روحیه ها و انرژی های اونا واقعا ان که امروز ام. بلخای ما خاط در میدان آمدن و تشویق و حمایتتان میکنند و حرف سامجان. و پیام شما هم جان میشنویم خوب پیام است که فکر کنم بازی امروز لایف نشر میشه و بازی جسا با ما است دقیقا و از تمام فامیلا میخوایم و بخصوص فامیلا بازیکان ها و بیان در تماشاگر باشن و بانوان بیشتر تشویق کنن تا بتانن که یک نتیجه خوب در هر عرصی خود ما هم اجازه داریم بیم چرا نه از طرف ما دوت هستیم بسیار تشکر زنده باشین بسیار خوش آمدین موفق باشین شما میتونین حمایت کنین تیمی را که شما علاقمند و طرفدارش هستین و قطعا که حمایت شما میتونه روحیه بخش باشه برای هر بازیکن تیم ما منتظر باید. نظریات شما امروز هستیم بنویسین در مورد از که برای رفع نگرانی ها و رسیدن به صبات فکری چه باید کرد منتظر دیدگاه و نظر شما حالا باید بریم و, و, و یک چیز هست جان. فرصت داریم کتاب که میتونه این می تماشای فوتبال و بازی هایی که مورد علاقه ماست، دلخواه ماست یا میتونه که لاقل برای فکر ما آرامش ببخشه بله. و اگر میخواین که آرامش را واقعا احساس بکنین برین بازیکنهای تانه تشویق بکنین، حمایت بکنین برای حمایت و تشویق ما و شما نیاز دارن الهم هم وقفه سلام دوستان. عزیز برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین برای پیوستن با چینل یوتیوب ما इंजॉय करें।